سلام با هم دیگه درس 28 رو شروع میکنیم درس 28 هست The Fisherman The Fisherman میشه ماهیگیر Everyday day a fisherman sat on a bridge میگه یک هر روز یک فیشرمن یک ماهیگیری بود که میشست روی بریج روی پل میشست He ate apples and spit the seeds into the water و چکار میکرد و اون سیب که میخورد اون هسته های سیب یا دونه های سیب رو سپید توف میکرد روی توی آب پس هر روز یک فیشرمن یک مرد ماهیگیری بود که میشست روی پل روی بریج میشست و ایت اپس و سیب میخورد و سپید و توف میکرد اون سید دونه های اون سیب رو به داخل آب این ده وادر He had a simple way to catch fish اون یک راه یا یک روش راحتی داشت برای کچفیش برای گرفتن ماهی He cut a branch of of a tree and tied the line to it اون چیکار میکرد؟ اون یک شاخه از یک درخت رو میبرید هی cut a branch of و a یک شاخه از یک درخت رو می‌برید و چکا میکرد تاید میبست به اون یک لاین یک... حالا اینجا لاین به معنی تنابه یا نخه یک نخ یا تنابی رو میبست به اون شاخه درخت و با اون درس ماهی گیری میکرد He put a sharp hook on it and made the tight knot اون قرار میداد یک شارپ هوک هوک یعنی قلاب شارپ رو یعنی یک قلاب نکتیزی رو قرار میداد به اونو که اون نخی که به اون چوبه بسته بود و مید تاید نات و یک گره محکم میزد که خب قلابه جدا نشه بس هی شارپ هوک اون قرار میداد یک قلاب تیزی رو روی اون نوک اون نخی که بستود به اون چوبه and made a tight knot و اونو tight knot یعنی یک گره محکم tight یعنی محکم knot همین گره یک گره محکمی از اون یعنی یک گره محکمی میزد then he whispered come here fish سپس به صورت نجوا کنا یا نجوا میکرد ویسپرد کم فیش ماهی بیا اینجا یعنی وقتی اون قلاب ماهیگیریشو که با چوب و اون نخه و اون قلاب درست کرد میداخت تو آب حالا به ماهی ها میگفتش که کم فیش ماهی بیا اینجا یا ماهی ها بیا اینجا light like magic the fish beat the hook مانند یک جادو light like magic مثل یک جادو The fish beat the hook ماهی میکرد. اون ماهی میامد چکام کرد اون قلاب رو گاز میزد میاد اون قلاب گاز میزد He put them in a big net and took them home to make the big pots of fish soup from them He put them in a big net و حالا ماهیاری که گرفته بود چکا میکرد میریخ توی یک چیزی میذاشت تو یک تور بیگ یک تور بزرگ میذاشت و توک دم و اونها رو میبرد خونه توک دم هم یعنی میبرد خونه برای چه کاری تو میک بیگ پاتس اف فش سوپ میرفت و از اونها چی درست میکرد؟ سوپ ماهی درست میکرد بیگ پات یعنی بیگ پاتس، یعنی حالا قابلمه ها یا ظرف های بزرگی از سوپ ماهی درست میکرد با اون ماهی که ریخته بود پس هی پود دیم این بیگ نت اون ماهی هایی که میگرفت داخل یک تور بزرگی میذاشت و توک دم هم و اونها رو میبرد خونه تو مک که درست میکنه بیگ پاتس آف فیش سوپ made big pots of fish soup from them و قابلمه های بزرگی از سوپ ماهی درست میکرد از اونایی که از اون ماهی که گرفته بود One day another man walked up to him یه روزی یه مرد دیگه ای اومدش اونجا اومد پیش این ماهی گیره پیش این ماهی گیره و گفتش he said گفتش که my name is George اسم من جورج I'm saying at the end من توی یک مسافرخونه اینجا اقامت دارم I bet that I'm a better fisherman than you من شرط میبندم که من ماهیگیر بهتری هستم نسبت به تو I will accompany you today پس میگه که من شرط میبندم که ماهیگیر بهتری هستم نسبت به تو و من امروز accompany you today یعنی همراه تو هم همراهی میکنم تو رو will accompany you today یعنی تو رو همراهی میکنم I dare you to prove your skill من تو رو اجورایی مثلا به چالش میکشم یا تو رو به چالش دعوت میکنم که چکار کنی مهارتت رو ثابت بکنی Prove your skill یعنی مهارتت رو ثابت بکنی I dare you to prove your skill من تو رو یک چالشی دعوت میکنم که مهارتت رو ثابت بکنی The fisherman cast his line اون ماهگیره گیره چکار میکنه؟ کست یعنی اون نخ قلوه ماهیگیریشو رو میندازه داخل آب یا داخل رودخونه میندازه جورج had a lot of electronic tools جورج ابزارهای الکترونیکی زیادی داشت الکترونیک tools یعنی ابزار الکترونیکی ابزار الکترونیکی زیادی داشت One machine gave him the virtual locations. Location یعنی موقعیت. موقعیت های virtual هم میتونیم مجازی معنی کنیم. هم میتونیم واقعی معنی بکنیم. میتونیم میگیم virtual locations یعنی موقعیت های واقعی ماهی ها رو بهش اون ماشین نشون میداد که این ماهی ها کجا هستن. یکی از دستگاهاش این کار رو میکرد. His rod weighed fish. و اون یه اون چوب ماهیگیری که داشت روات چوب ماهیگیری که داشت وزن ماهی ها رو حتی بهش میگو یا ماهی ها رو یه جورایی وزن میکرد At the end of the day در آخر روز جورج کار کرد subtracted subtract سابترکت یعنی منها کردن کم کردن کسر کردن کس کرد his fish ماهی های خودش رو from the fisherman از اون ماهیگیر کم که ببینه که کی ماهی بیشتری رو گرفته چون شرط بسته بود که من ماهی بیشتری میگیرم دیگه پس سابترک یعنی منها کردن کسر کردن کم کردن The fisherman had beaten him by 47 اون مرد ماهیگیر had beaten him یعنی اون رو شکست داد با چقدر؟ با چلو هفت ماهی اون رو شکست داد یعنی با چلو ماهی اون رو شکست یا با اختلاف چلو ماهی اون رو شکست داد با اختلاف جورج اسک جورج ازش پرسید که ها دی کات فیش ویت اونلی جورج ازش پرسید که ها دی تو ماهی رو چطور میگیری با اونلی ا برانچ فقط با یک شاخه چون از شاخه درخت کنده بودی اند بیر لاین و یک بیر یعنی لخت بیر لاین یعنی یک نخ لخت یعنی نخ تنها یا یک نخه خالی شاید مثلا میتونیم بگیم پس پرسی که تو چطور میتونی فقط با یک شاخه درخت و یک نخ خالی یک نخه تنها این همه ماهی بگیری I have many different sorts of tools من انواع مختلفی از ابزارها رو دارم The fisherman told George اون مرد ماهیگیر به جورج گفتش که My philosophy is simple فلسفه من یا فلسفه کاری من خیلی ساده است I'm patient. من صبورم. من خیلی یعنی تحملم خیلی زیاده. And I believe in myself. و به خودم باور دارم. Take a breath. یک نفس عمیق بکش. And try it my way. و تلاش کن یا امتحان کن این روش من رو. پس take a breath. یک نفس یک نفس بکش یک نفس عمیق بگش and try it my way و روش من رو امتحان بکن خب این هم از درس 28 با همدیه بریم از روی لیست لغات داستان رو تعریف کنیم پس گفتیم که تیتر داستان است فیشرمن مرد ماهیگیر Every دی هر روز یک ماهیگیر بود که ست آن بریج روی یک پل میشست و اپلز سیپ ها رو میخورد و سپید توف میکرد سید دونه های اون رو داخل آب و اون یک سیمپل و یک راه خیلی ساده ای داشت برای کتریش برای گرفتن ماهی ها اون یک برانچ آف یعنی یک شاخه ای از یک درخت رو می و تاید لاین یک نخی رو به اون میبست و به نوک اون نخه یک شارپ هوکی یک قلاب تیزی رو میبست و تاید نات یک گره محکمی هم میزد و اون ویسپرد بارا زمزمه میکرد یا نجوا میکرد با خودش و میگفت کام هیر فیش به ماهی هم گفتی که بیان اینجا لایت ماجیک مثل یک جادو ماهی ماهی ها چکا میکردن بیت گاز میگرفتن قلاب اون رو و اون ماهی که میگرفت میریخت توی یک بیگ نت یک تور بزرگ میریخت و اونها رو میبرد خونه و با اونها یک بیگ پاتس قابل های بزرگی است فیش سوپ سوپ ماهی درست میکرد یه روز یک مردی وقت آب میاد پیش اون و بهش میگه که من جورج هستم و من اقامت دارم تو این تو مسافرخونه این یعنی مسافرخونه I bet من شرط میبندم که من بهتر من من ماهیگیر بهتری هستم نسبت به تو و من امروز من تو رو کمپانی همراهی میکنم I dare you to prove your skill من تو رو به چالش دعوت میکنم که prove یور skill یعنی مهارت تو ثابت بکنی که خب تو بهتر هستی و پیشر من کس اون پرتاب میکنه قلاب ماهیشو داخل آب جورج ا الکترونیک جورج ابزار الکترونیکی بسیار زیادی داشت و اون یک ماشین یک ماشینی داشتش که اون ویژوال لوکیشنز موقعیت های واقعی آفیش ماهی ها رو نشون میداد که کجا هستن هیز وید اون حتی چوب ماهیگیریش وزن می کرد ماهی که هر ماهی که میگرفت میگفت که این وزنش چقدره بعد از که اون تموم شد پایان روز اون جورج اومد چیکار کرد سابترکتد سابترکت گفتیم یعنی منها کردن کم کردن کس کردن منها کرد ماهی خودش رو از ماهی های اون فیشرمن و دیدش که اون ماهی گیر هد بیتن شکست داده اون رو با اختلاف 47 ماهی اون رو شکست داده جورج پرسید که how do you catch fish تو چطور این ماهی ها رو میگیری مثلا فقط با یک برانچ با یک شاخه و ابر لاین و یک نخ خالی تنها و من سورس سورس sort of tools من ابزار یا ابزار دارم یه کلی ابزار دارم یا انواع ابزارها رو دارم تو چطور از من تونستی بیشتر ماهی بگیری ماهی گیر گفتش که مای فلسفی یعنی فلسفه من خیلی راحته یا فلسفه کاری من خیلی راحته من پیشنت من خیلی صبور هستم و بیلیو باور دارم به خودم و به نظر من تو تیکت بریز یک نفس عمیق بکش و تراید مای وی و روش من رو امتحان بکن خب رسیم به پایان درس 28 امیدوارم که این درس رو هم به خوبی یاد گرفته باشید تلاش بکنید تمرین کنید مرور کنید تکرار بکنید داستان ها رو تا بتونید اونها رو خوب به خاطر بسپارید دو درس بعدی دو درس پایانی این دوم این کتاب چهارزار واجه هست امیدوارم به زودی این رو به پایان برسونیم و وارد جلد سوم بشیم تا درس بعدی خدا نگهدار